سلام بچه ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. بچه ها امروز کلی مطالب جذاب براتون آوردم. اگه فکر کردی که پول زیاد داشته باشی هر جا که دلت خواست میتونی بری، کاملا اشتباه فکر کردی. 13 تا مکان رو برات آوردم که هر چقدر پول بدی اونجا رات نمیدن، نه تو من و هر کس دیگه. آره جای از ما بهترونه اونجا. شوخی کردم. اگه دوست داری که بدونه اون مکانا کجاست با من همراه شو. دوستان عزیز اگه وقتتون رو نمیگیره لطفا لایک بفرمایید، سابسکرایبم کنید، ممنونم. خب از آخر بریم. اولی مکانی که میخوام بهتون معرفی کنم یعنی 13 مکان، جزیره سنتیلر شمالی توی هنده. ببین یه سری بومیا اونجا زندگی میکنن که بین مثلا 50 تا 400 نفرن. بعد اینا نه تکنولوژی دارن نه چیزی، اصلا خبر ندارن دنیا چه خبره و اصلا هم دوست ندارن با هیچ جا هیچ کشور هیچ آدمی ارتباط داشته باشن. هر کی هم نزدیکشون میشه قشنگ تار و مالش میکنه. اصلا چند بار دولت هند خیلی دوستانه خواسته باهاشون مثلا دوستی کنه و بهشون نزدیک بشه و ببینه مثلا اونجا چه خبره. سری زدن لوردشون کردن اینجوری. هم میگم اصلا دنبال هیچ تکنولوژی نیستن. اصلا میگم کاری نداشته باشید، ما اینجا هستیم، شما به ما کاری نداشته باشید، نزدیک ما هم نشیم، ما با شما کاری نداریم. هر کی نزدیک میشه که کلا فرش میدن دیگه. و دولت هند هم گفته که حالا که اینجوری شد هر کی از 3 مایلی این جزیره بهشون نزدیک بشه دیگه جونش گرفته کف دستش، به ما هیچ ربطی نداره. 12 مکان مترو روسیه است. اون مترو اصلی نه مسکویه، این یه مترو دیگه است. خب شبیه مکان عمومیه، مترو عمومیه ولی یه نمه مخوف داره که اینو اومدن توی جنگ جهانی دوم ساختن. گفتم مثلا برای حفاظت از جون مردم و کار خدمت مردم برای این استفاده میشه، ولی بعدا دیدن نه بهتره که برای اهداف خودم باشه. چرا اومدن الان برای اهداف نظامی دارن ازش استفاده میکنن. من تو اونجا دارن چیکار میکنن، بم میسازن، چی میسازن و اینجوریه. 12 مکان جزیره سورتسی یا سارتسی، جزیره سورت توی ایسلنده. حالا این جزیره داستانش چیه که این جزیره الان شده جزو میراث جهانی یونسکو. این جزیره به وسیله فوران آتش فشان در سال 1963 به وجود میاد و از آن پس حیات جانوری و گیاهی روی آن گسترش پیدا میکنه. به خاطر اهمیت این جزیره برای جامعه علمی هیچ کس به جز تعدادی از دانشمندان اجازه ورود به اون نداره. حالا این جزیره داستان داره، بذار من داستانش رو براتون تعریف کنم. ببین سالها پیش چند تا ماهیگی توی یه کشتی بزرگ داشتن ماهیگیری میکردن، یه دفعه یه صدای انفجار میشنون و میبینن یه دود بزرگ وسط اون آب مثلا ایجاد شد و اینا. اول فکر میکنن یه مثلا کشتی چیز آتیش گرفته. بودو بودو میرن اونجا میبینن که چیزه، یه دونه جزیره است که مثلا از طریق این آتششان یه جزیره به وجود اومده. بعد دیگه میترسن میرن و حالا اون جزیره هم که وجود اومده اولش 500 متر طول داشته، فکر کنم عرض مثلا 45 و اینام داشته. بعد یه دو سه تا اول از این خبرنگاره فرانسوی میگن که ما بریم اونجا ببینیم چه خبره، این چیه فلان اینا. تا میرن اونجا داشتن تحقیق میکردن یه دفعه صدای انفجار میشنون و ده فرار دیگه. بعد از اون زیاد مردم یعنی حتی دانشمندان جرئت نمیکردن اونجا برن، تا اینکه تا چندین سال پیش این آتشفشاناش هم کار میکرد و فعال بود. و دیگه چندین سال پیش این همجوری هم که فعال بود آتشفشاناش، این جزیره بزرگ و بزرگتر میشده. بعد که دیگه اون فعالیت آتشفشانا میخوابه، جزیره هم شروع میکنه به کوچیک شدن تا یه حدی، نه خیلی. بعد یه سری آدما میگن بریم خب ما اینجا حیاتو ببریم تو اون جزیره داشته باشیم، بعض بکاریم فلان و بیسار و اینا که اون مثلا از این جزیره بشه استفاده کرد. چند تا چیز پسر جوون و اینا بولم شن یه سری بعضای سیب زمینی رو میبرن اونجا تو اون جزیره بکارن. بعد دولت میگه چه خبره بدون اجازه من، بی بیرون بودو 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 اینا رو بیرون میکنه. و بعد میگه یه سری دانشمندان بیان چیز کنن، بعضای گوجه فرنگی اونجا بکارن. اون دانشمندان میگن بعضی گوجه فرنگی میکارن و بعد یه سری از دانشمندان میگن که ببین ما پاشی بریم تو این جزیره هم تحقیق کنیم هم باربیکیو و عشق و حال و کیف و اینجوری. بلند میشن میرن اونجا که مثلا دنبال تحقیقات اون باشن، میزنن این بعضای گوجه فرنگی رو خراب میکنن و داغون میکنن. بعد دیگه اون موقع است که دولت میگه بیاد بیرون، همه برن بیرون، اصلا ورود به این جزیره کلا ممنوعه. اینجوری داستان این جزیره. منطقه 10 ممنوعه اتاق شماره 39 کره شمالیه که میگن این کیم جونگ ورپریده هرچی تصمیمات مهم و خطرناکه تو این اتاق میگیره. بعد میگن که این اتاق خیلی مخوفه دیگه. حالا یه سری دیگه میگن این اتاق اتاقیه که دیکتاتورا میان اینجا مواد مخدر مصرف میکنن. چه حرفا دیگه، خودشو جا ندارن میرن اونجا. بعد میگن اونجا تو اون اتاقم خیلی پولشویی انجام میشه،
گرچه دولت کره شمالی همه این شایعات رد میکنه ها، اینجوریه دیکتاتورها اینجوریه، ولی هیچ کس اطلاع نداره که تو اون اتاق شماره 39 چه اتفاقاتی میفته و چه تصمیماتی گرفته میشه. اتاق مخوف کیم جونگ. نهمین منطقه پایگاه داده گوگله. فکر میکردی این منطقه جز مناطق ممنوعه باشه؟ ببین تو این پایگاه داده گوگل یک عالم اطلاعات نگهداری میشه و جز مناطقیه که به شدت کنترل میشه که هیچ انسانی که میتونه بره، منظورم آدمای عمومی، آدمای معمولی نمیتونن اونجا برن، فقط آدمای خاص، اون کسایی که خود گوگل قبولشون داره، فقط اونا میتونن اونجا برن. این وسط مسطا میخواستم بگم اگه کشور ما یه جای ممنوعه داره که کسی نمیتونه بره، اطلاع بدیم که جزو این لیست بذارن ما معروف بشیم. هشتمین منطقه ممنوعه منطقه 51 آمریکاست که توی نوادا نزدیکای 80 مایلی لاس وگاس قرار داره. توی این منطقه اسلحه های نظامی قشنگ درست میکنن میسازن، بعد آمریکا اومده گفته نه ما اینجا کاری انجام نمیدی، اصلا این منطقه وجود نداره، من کیم تو کی هست اصلا، دیدی که میگن همشون هم رد میکنن. نگو اینجا یه سری تحقیقات انجام میدن که نتایج برای یو اف او میفرستن، دست آدم فضایی ها با اینا تو یه کاسه است. تازه میگن کلی هم سفینه فضایی اینجا دیدن توی این منطقه. واقعا که منطقه 51 یادتون نره. هفتمین منطقه ممنوعه کلاب شماره 33 دیزنیلند آمریکاست، توی کالیفرنیا هستش. یکی از محرمانه ترین و گرون ترین باشگاه های دنیاست که اگه بخوای بری اونجا نمیشه، فکر نکنم چه پول زیاد بدی میتونی بری تو این باشگاه. تو این باشگاه رئیس جمهورا، سران کشورهای معروف و مختلف و بازیگرای خیلی معروف فقط میتونن برن. بعدش هم برای ورود به این باشگاه باید اول $40,000 جیرینگی بهشون بدی، بعدش هم $27,000 هم که عضویت سالانه است. میگم آدمای معمولی ها اصلا نمیتونن تو این باشگاه برن، منو چه خبره تو باشگاه. ششمین منطقه ممنوع دنیا جزیره مارهاست. 4000 تا مار سمی توی این جزیره هستش که توی 93 مایلی شهر ساو پائولو توی برزیله. بگو 4000 تا مار سمی، خدای من، اما بهتره که اینجا ممنوع باشه. دولت برزیل که دید اینجا خیلی خطرناکه، اومد گفت اصلا رفتن به این جزیره ممنوع کاملا، فقط چند دانشمند بیچاره و بدبخت گفت شما میتونید برید که مثلا به تحقیقات خودتون انجام بدین، که دیگه خدا رحم کنه دیگه، ان شاءالله سالم برگردن اون دانشمندا. پنجمی منطقه مرموز و ممنوع دنیا آرشیو مرموز واتیکانه توی شهر روم توی ایتالیا. یک عالم سند مهم تاریخی توی این مکان قرار دارن که انقدر زیادن اینا رو اومدن قفسه قفسه کردن، خیلی هم تعداد زیاده، از نامه های مهم، سندهای مهم تاریخی که سران مختلف نامه به هم زدن، سندهای مختلف داشتن، مهم داشتن، نمیخواستن کسی از این اسناد با خبر بشه، اینجا قرار داره. مثلا نامه های ملکه الیزابت، هیتلر و خیلی اسناد مهم که هیچ کس ازشون خبر نداره، از شاید اصلا از اونا خبردار بشی خیلی چیزا برملا بشه. این اسناد رسما جز اموال پاپ حساب میشه و هیچ کسی نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه. حتی یه سری از دانشمندان دانشگاه هاروارد اومدن در مورد اینا تحقیق کنن، پاپ گفت فقط یه مقدارشو در اختیارتون میذارم، بقیه رو حق ندارین دست بزنید، اینقدر مرموزه. چهارمین منطقه ممنوعه غار لاسکوه فرانسه است. بچه این غاره خیلی باحال، 900 تا نقاشیه که مربوط به ما قبل تاریخ فکر کن. بعد اومدن از سال 9963 دیگه ورود به این غار ممنوع کردن، گفتن بابا اینا رو بذار سالم نگه داریم، اینا خیلی قدمت داره، اینا خیلی با ارزشه. بعد دیگه گفتن هیچ کس حق نداره وارد غار بشه، چرا که مثلا ممکنه باعث تخریب اینا بشه. اینا فقط در سال چند هفته نیروهای امنیتی میتونن وارد این غار بشن و سریع هم خارج بشن، پس آدمای معمولی نمیتونن وارد این غار بشن. سومین جزیره ممنوعه جزیره نیهاوه هاواییه. حالا بگو چرا؟ ببین این جزیره 180 کیلومتر، خب در سال 1963 یه خانواده‌ای به نام خانواده ثروتمند رابینسون میان این جزیره رو میخرن، میگن برای ماست، به هیچ کس هم نمیدیم، فقط خودمون میتونیم بریم تو این جزیره. بعد دیگه سالا اونجا زندگی میکنن و بعد صاحبای این جزیره توی سال 1987 میگن اشکالی نداره، فکر کنم پولاشون تموم شده بوده، میگن بیا از مردم پول بگیریم بزنیم به صورت تور هوایی با هلیکوپتر از بالای جزیره رو ببینن. بعد دیگه این کار رو انجام میدن.
من فکر کنم پولش بازم بیشتر کم شده بود. که چرا؟ چون سال 1992 میان بلیت میفروشن به مردم، میگن بهتون بلیت، به ما پول بدید، بهتون بلیت میدین، بیاید فقط یه قسمت هایی از این جزیره رو ببینید، یعنی کل جزیره هم نمیتونن مردم ببینن. و چون پس این جزیره برای خانواده رابینسون شده بود، ورود به این منطقه ممنوع شده بود. خزانه جهانی بز که توی نروژ قرار داره و دومین مکان ممنوعه دنیاست. ببین خیلی جالبه، شاید خیلیاتون در مورد این خزانه شنیده باشید که اومدن بذر تمام گیاها و تمام میوه‌هایی که تو کل دنیا وجود داره رو توی این خزانه نگه می‌دارن. چرا؟ که اگه یه زمانی اتفاقی افتاد که کل دنیا همه چی از بین رفت، یه نمونه از هر کدوم از این بذرا تو این خزانه وجود داشته باشه و بتونه ازش استفاده کنن، که بهش خزانه روز قیامت هم گفته شده. چقدر جالبه؟ و این خزانه اصلا هیچ آدم معمولی نمیتونه حضور داشته باشه. به صورت آنلاین میتونید این خزانه رو ببینید، ولی اینکه بتونید خودتون فیزیکی حضور داشته باشید اونجا اصلا. بالاخره رسیدیم به اولین مکان ممنوعه دنیا و اون جایی نیست جز انبار سری کوکاکولا. واو، کی فکرشو میکرد؟ بچه ها کوکاکولا که دیگه میدونید یکی از معتبرترین و معروفترین نوشیدنی غیر الکلی دنیاست. خب فرمول تهیه انواع مختلف نوشیدنی های کوکاکولا به یکی از مرموزترین اسرار تاریخ تبدیل شده. میگن این شرکت یه سری مدیرای خیلی قابل اعتماد دارن که فقط این مدیرا میتونن به این گاف صندوق کوکاکولا دسترسی داشته باشن و فرمولا فقط اونجاست. و میگن که مثلا هر کسی که بخواد اون کارخونه کوکاکولا راه اندازی کنه، اون مدیرا باید اونجا حضور داشته باشن و فقط اونا میتونن تهیهش کنن. و جالبه بدونید که کارخونه کوکاکولا 125 سال قدمت داره و مردم میتونن بلیت بخرن برن خود کارخونه رو ببینن، ولی اون قسمتی که دستور تهیه کوکاکولا هست و هیچ کس نمیتونه، به جز اون مدیرا هیچ کس نمیتونه اونجا حضور داشته باشه. خب دوستای عزیزم، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده حتما لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید. و اگر از این مدل این سبک ویدیو خوشتون میاد، حتما برای من کامنت بذارین که تو این سبک بیشتر ویدیو براتون درست کنم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.